نه درست شد روی میوت بود. آره درست کنم. یه چکی بکن. چرا ریشه های پس پای هدف ما بررسی پایداری بود، درسته؟ دیدیم که توی سیستم خطی تغییر ناپذیر با زمان پایداری کاملاً بستگی داره به جایگاه قطب‌های سیستم. قطب‌های سیستم چی هن؟ ریشه های معادله مشخصه. حالا معادله مشخصه چیه؟ یا مخرج تابع تبدیل، اگه تابع تبدیل داشته باشیم، اگه نمایش فضای حالت داشته باشیم، همون مقادیر ویژه ماتریس حالت هن، یعنی آ. و اگه گراف میسون داشته باشیم، دلتای گراف میسون. به این دلیل ریشه های یک چند جمله‌ای برای ما مهم شد. حالا گفتیم کی پای داره؟ وقتی که چون سیستم هایی که ما بررسی میکنیم الین، وقتی که همه ی ریشه ها سمت چپ محور موهومی باشن. گفتیم خب یه راه بررسی این، البته یه حالت خاص‌تری هم داشت، پایدار بحرانی بود، حالا کلی داریم بررسی میکنیم، الان یعنی صحبت میکنیم. بعد اومدیم گفتیم خب یه راه اینه که بریم ریشه ها رو حساب کنیم، کار سختیه به خصوص اگه پارامتری باشه. جایگزینمون اینه که بیایم جایگاه ریشه ها، یعنی سمت چپ و راست بودن ریشه ها رو با یه روش هایی پیدا کنیم. ابزار روس هورویتز اینجا مطرح شد که جایگاه قطب های، جایگاه ریشه های یک چند جمله‌ای رو به ما میده. در حالت معمول بررسیش کردیم، بعد اومدیم در دو حالت خاص که ستون اول صفر بشه یا کل یه سطر صفر بشه این رو هم بررسی کردیم. بعد در نهایت مثال هم زدیم که ببینیم که خب اگه پارامتری بود چجوری میتونیم ناحیه پایداری پارامترها رو پیدا کنیم، ناحیه ای که سیستم مورد نظرمون رو پایدار میکنه. شما گفته بودید که شخص اول مثلا میشه باشه. سوال کنکور ارشد همه جدول روسیه است. انگلیسی ها زبله. کار انگلیسی هست. خب. چی؟ هورویتز با عادته. تازه اگه خیلی منصفانه بخواییم بگیم مثلا باید میگفتیم هورویتز خالی. خب ببینیم هیچ مهم نیست. آره اونی که اولی هم صفر میشه برای این برای ما مهمه که هم تعیین علامتش مهمه، همین که بعدن همه چی تقسیم میشه به اون دوباره سطرهای بعدی، و اگه صفر باشه خب درد سر درست میشه. خب ما اومدیم اصلا بحث پایداری از کجا شروع شد؟ بحث در واقع پایداری از مشخصات سیستم شروع شد. یادتونه ما اومدیم گفتیم مشخصات یک سیستم یه جورایی تقسیم بندی کردیم، گفتیم مشخصات یه سیستم رو تقسیم بندی کردیم به مشخصات ماندگارش و مشخصات گذرا. بعد گفتیم تو مشخصات ماندگار پایداری مهمترین مشخصه سیستمه، و بعد از اون مقدار ماندگار یا خطای ماندگار. بعد در مورد گذرام گفتیم که بحث سرعت و انحراف رو داریم. خب ما در مورد پایداری بحثمون رو کامل کردیم، تمام چیزی که میخواستیم بدونیم همونه. میخوایم اینجا بسه در مورد خطای ماندگار صحبت کنیم.
بحثمون اول یه خورده کلی در مورد مقدار ماندگار پیش میبریم، بعد میرسیم حالا به این که یک حالت مهم از مقادیر ماندگار مقدار ماندگار خطاست که بهش میگیم خطای ماندگار. خب ما پس به طور کلی میخواییم در مورد مقدار ماندگار خروجی یا خطای ماندگار صحبت کنیم این جلسه. من میگم که یک سیستم LTI پایدار، یک سیستم LTI پایدار که میتونه حالا پایدار بحرانی هم باشه در نظر بگیم. فرض کنید سیستمی به این ترتیب، یک ورودی داریم R، یک خروجی داریم C و یک تابع تبدیل داریم GS. چون سیستممون LTI به این ترتیب میتونیم نشونش بدیم. خروجیش رو میشه به این ترتیب نوشت: CT تشکیل شده از دو جزء، که یک جزء همون جزء گذرا ترانزینتشه، یک جزء جزء ماندگارش. خاصیت ترانزینت چیه؟ حد قسمت گذرای خروجی وقتی که تی میره به سمت بی‌نهایت صفر. عملا برای همش میگیم گذرا. در بی‌نهایت مقداری نداره اون قسمت گذرا. اما قسمت ماندگار در واقع در بی‌نهایت، خب اگه این صفر بشه سی تی میشه همون سی استدی استیت تی، یا به عبارتی حد سی تی وقتی تی میره به سمت بی‌نهایت میشه سی استدی استیت تی. حالا این یا یک مقدار ثابته یا یک در واقع تابع نوسانیه. چون گفتیم پایداره حتما واگرا نیست، یعنی یا بالاخره میرسه به یه مقداری یا توی محدوده شروع میکنه نوسان کردن. لزوما هم نوساناتش نوسانات سینوسی نیست، ممکنه یه موج دندان عرقی باشه، یه پالس مربعی باشه. خب ما میخوایم در مورد این مقدار ماندگار با هم صحبت کنیم. سیستم ها میتونن، خروجی های سیستم ها میتونن پاسخ گذرای متفاوت داشته باشن اما پاسخ ماندگار یکسان داشته باشن. برای اینکه یه شکلی هم ازش رسم کرده باشیم و ببینیم، این دوتا رو در نظر بگیرید. نقطه مشخصی برای اینکه از کجا به بعد ماندگار، از کجا به قبل گذرای وجود نداره ها، ولی فرض کنیم حدوداً میشه گفت که مثلا از اینجا دیگه حالت ماندگاره، تا اینجا حالت گذرا،
از اینجا به بعد ماندگار. این دو سیستمی که رسم شدن مقدار ماندگار یعنی حالت ماندگارشون با هم یکیه، اما حالت گذراشون فرق میکنه با هم دیگه. ما الان با این تیکه هیچ کاری نداریم، به از این به بعد کار داریم. بیاین قبل از این که بریم جلوتر یه یادآوری بکنیم از قضیه مقدار نهایی لاپلاس. کی یادش میاد قضیه مقدار نهایی لاپلاس چی بود؟ یه سری اگر هم داره. اگر من نمیخوام در مورد سیستم صحبت کنم، میخوام در مورد سیگنال صحبت کنم. اگر حد داشته باشه، پس میگم اگر سیگنال، هر سیگنالی، حالا من میگم سی تی، خب مقدار ماندگار داشته باشه، یعنی همون حد داشته باشه و شامل ضربه هم نباشه، آره وقتی که نوسانی حد نداره. پس اگر سیگنال سی تی شامل ضربه نباشد و حد داشته باشد، داریم یا میتونستیم به جای این بگیم که دامنه یا حوزه همگرایی تبدیل لاپلاس شامل اس مساوی با صفر باشد. حد سی تی وقتی تی میره به سمت بی نهایت میشه حد اس، سی اس وقتی که اس میره به سمت صفر. با استفاده از این قضیه مقدار نهایی هر سیگنال از جمله خروجی سیستم کنترلی را به شرط اینکه در این شرایط صدق کنه می توان از تبدیل لاپلاس آن محاسبه کرد. پس این کل بحث محاسبه مقدار نهاییه. شما مقدار نهایی خواستیم پیدا کنین، میتونین سی اس رو پیدا کنین
بعد S رو تشکیل بدین، S رو به سمت صفر میل بدین، میشه مقدار نهایی سیگنالتون. پس از این به بعد چی کار میکنیم؟ از این به بعد انگار همین قضیه رو در موارد پرکاربردی که بهش برمیخوریم اعمال میکنیم تا به یه نتایج دم آماده استفادهی برسیم که هر دفعه این مجبور نباشیم بریم این رو استفاده کنیم. توی طراحی ها و تحلیل هامون به شدت کمک میکنه این نتایج از قبل آماده. خب قبل از اون حالا میام خطای حالت ماندگار رو تعریف میکنم. این بحث هر سیگنال، خطا هم خودش یه سیگناله، این بحث هر سیگنالی در حالت ماندگار بود، اما به طور خاص میخوام در مورد خطای حالت ماندگار صحبت کنم. یادتون میاد اولی که در مورد کنترل صحبت کردیم گفتیم که یه سیستم کنترلی سیستم داره، یه خروجی داره که میخوایم برسه به یه مقدار مطلوب. خطای حالت ماندگار در واقع اختلاف خروجی با مقدار یا سیگنال مطلوب در حالت ماندگار است. معمولا در سیستم هایی که ما تا حالا در نظر گرفتیم همون ورودی اصلی همون مقدار مطلوب هم هست. معمولا EAT مساوی با RAT منهای CAT یا ES مساوی با RS منهای CS. و منظورمون از خطای حالت ماندگار حد EAT وقتی T میره به سمت بی نهایت. دقت کنین که من نگفتم مقدار مطلوب فقط، میتونه سیگنال مطلوب باشه. چرا؟ بعضی وقتا از شما نمیخواییم به یک مقدار مطلوب برسیم، میخواییم به یک سیگنال مطلوب برسیم که داره به مرور زمان عوض میشه. در هر صورت اختلاف این دوتا رو میگیم. حالا در مورد ورودی های معمول کنترلی میخواییم صحبت کنیم. خب یادآوری میکنم، بزرگم اینجا مینویسم. پس از پایداری و به شرط پایداری مهمترین مشخصه یک سیستم کنترلی خطای حالت ماندگار آن است. مسلما خطا در ذاتش هم کم بودنش مطلوبه دیگه. پس از پایداری و به شرط اصلا اگه پایدار نباشه دیگه این موضوع مطرح نیست، موضوع خطای حالت ماندگار. خب خطای حالت ماندگار متأثر از
هم سیستم، ببینید کجا تعریف کردیم خطای عادت ماندگار رو، هم متأثر از سیستم که رو خروجی داره تأثیر میذاره، هم متأثر از ورودی. من میگم که خطای حالت ماندگار برای ورودی های مختلف متفاوت است. آیا ما میتونیم خطای حالت ماندگار نسبت به هر ورودی رو حساب کنیم؟ اگه سیستم رو داشته باشیم و سیستم هم پایدار باشه؟ میشه با همون چیزی که اینجا گفتیم. حالا واقعا ما میخواییم بریم همه اینها رو بررسی کنیم؟ نه، در هر سیستمی خطای حالت ماندگار نسبت به ورودی هایی که در عمل به اون سیستم وارد میشن مبنای تحلیل و بعد از تحلیل طراحی ماست. درسته که به هر ورودی یک خطایی داره، ما هم میتونیم بریم حسابش کنیم، اما خیلی از سیستم ها مشخصاً ورودی های خیلی استانداردی بهشون وارد میشه. ما وقتی میخواییم طراحی کنیم میدیم اون ورودی که عموماً تو اون سیستم به کار میاد رو هدف قرار میدیم. اگه میخوایم خطا رو صفر کنیم میریم برای اون ورودی صفر میکنیم. ممکنه برای اون ورودی صفر کنیم برای یه سری ورودی‌های دیگه خراب شه ها، ولی چون اون ورودی‌ها مهم نیستن ما تمرکزمون روی ورودی‌هایی که اون سیستم عموماً باهاش کار میکنه. یه دو تا مثال ساده بزنیم. مثلاً سیستم تهویه مطبوع. تو سیستم تهویه مطبوع عموماً هدف چیه؟ رسیدن به یک دمای مشخصه. اگه بخوام بگم که پس ورودی هایی که به این سیستم اعمال میشه به عنوان مقدار مطلوب یا سیگنال مطلوب، پس ورودی های این سیستم از جنس پله است، یا اصلا از جنس هم نگیم، پله هستن. مثلا اگر که این یک ورودی یا خروجی یه سیستم تهویه مطبوع باشه، در زمان تی صفر من سیستم رو روشن میکنم، هدفم هم اینه که برسه به دماش، مثلا برسه به مقدار 22 درجه. این سیگنال آر منه، سیگنال مطلوب منه. حالا اینکه سیستم چجوری به این سیگنال میرسه ممکنه اینجوری برسه، ممکنه اصلا هیچ وقت نرسه، با یه اختلافی ازش وایسه. اینجا پله مهمه. یه جای دیگه ای هست، مثلا فرض کنین در ربات های متحرک. ممکنه ورودی
سرعت مطلوب باشه. حالا سرعت مطلوب یه سیستم، یه ربات واقعی رو در نظر بگیرید. من میخوام این ربات برسه به سرعت 10 متر بر ثانیه. خب یه دفعه نمیتونم بهش 10 متر بر ثانیه رو بدم، میتونم بدم ها. اتفاقی که میفته اینه که حالا مثلا یه ربات چرخدار رو در نظر بگیرید، یه محدودیت مکانیکی داره، نمیتونه به شتاب بی نهایت برسه. برای اینکه از 0 بپرم به 10 شتاب بی نهایت میخوام، باعث میشه مثلا ربات چرخاش سر بخوره. وقتی سر بخوره دیگه از کنترل شما خارجه، چون پدیده ایه که مدلش نکردید. شما سر خوردن رو تو دینامیک سیستم در نظر نگرفتین چون خیلی پیچیده است. برای جلوگیری از سر خوردن یا لغزش سرعت مطلوب به صورت شتابدار داده می شود. مثلا اگه بخوام این سرعت باشه بر حسب زمان، یه سیگنال مطلوبی که دلم می خواد خروجی که سرعت باشه اونو تعقیب کنه، یه همچین چیزیه. با یه شتابی سرعت بگیره، برسه به یک مقداری مثلا وی ماکس، یه مدتی تو اون حرکت کنه، بعد با یه شتابی سرعتش کم بشه، برسه به سرعت صفر. حالا خروجی سیستم چجوری ممکنه این ردیابی کنه؟ ممکنه اینطوری بره. اینجا جنس خروجی چیه؟ حالا اگه خیلی بخواین دیگه مشخصش کنین میشه زوزنقه. اگه بخواین زوزنقه رو تشکیل بدین از یه سری خط، میشه خطای شیبدار. من اینجوری میگم، در این مثال ورودی مطلوب شیبه، سرعت یا شیب است. این سرعت ما این سرعت قاطی نکنیم. چرا که این شیب داره؟ معمولا تو سیستم های تغییر به این علت که خود سیستم انقدر کنده، ما میگیم آقا تو تا میتونی برس به، آره، به شرط این که ببین، به شرط این که یه رفتاری نشون نده که به کل موضوع کنترلیش از بین بره. نه اون چون ببین معمولا این چون خیلی کنده، خودش اصلا اون رفتار رو نشون نمیده، همچه آروم آروم شروع میکنه رسیدن به اون نقطه. این چون سریعه، سریع عکس العمل نشون میده، ولی عکس العملش عکس العمل خوبی نیست. نه ما به نسبت کاربردی که داریم انتخاب میکنیم، یعنی سعی میکنیم یک سیگنال ورودیمونو جوری تنظیم کنیم که بشه از سیستم انتظار داشت به اون پاسخ مطلوب بده. اینجا میتونم از اون شتاب بی نهایت صرف نظر کنم. خب اونجا نمیتونم صرف نظر کنم. چرا؟ فرض کن یه رباتی رو در نظر بگیری با چرخ دیفرانسیلی. خب میذاریش اینجا، یه دفعه میگی سرعتتو بکن 10. کافیه که این دوتا سرعتشون مثل همدیگه نباشه، سر بخوره اصلا میپیچه میره این وری. حالا تو اصلا میخواستی سرعت 10 بدی به این ور، خب بعد اون وقت دوباره باید یه هزینه‌ای صرف کنی که اینو برگردونی سر جاش، بگی حالا با سرعت 10 برو. در نتیجه من مسئله رو دیدم و به این ترتیب بهش کامند میدم، دستور میدم که حرکت کن. حتی از وقتا این تیزی این سر دردسر درست میکنه ها، میان به صورت اکسپوننشیال بهش میدن، یعنی اینجوری میبرن سرعتو بالا. خب شما گفتید برای ورودی مختلف با حتی مرتمندگار متقابل که الان مثلا تا همون سیستم تحلیه
چون هر کار سمانت و ایگه بهش بدین، هر پدر رو بهش بدین، هر خطی حالت ماندگار رو مگه ثابت نیست بر همه یه جنس. شما مثلا تو به تی صرف نداره که؟ نه، به تی صرف فرق نداره. پس که شما گفتین برای هر بروی پرس به خطی حالت ماندگار مختلفه، مثلا برای سیستم مختلف بود؟ نه نه نه، به پله بهش بدیم یه خطا میده، شیب بهش بدیم یه خطای دیگه میده. مثلا مگه ما توی سیستم تهویه به شیب میدیم، ما همیشه بودیم سیستم همیشه. آره دیگه، اون جمله ما قبل از این بود. میگیم پس میایم تو هر سیستمی اون سیگنالی که معمولا کامنده رو بررسی میکنیم. خب با این ترتیب ما یه سری سیگنال استاندارد داریم، تو کنترل زیاد ازشون استفاده میکنیم. شما تو مخابرات یه سری سیگنال استاندارد دارین که عموماً سیگنال های نوسانی هست، ترکیبات سینوسی. ما تو کنترل سیگنال هایی که به عنوان سیگنال فرمان، یعنی سیگنال مطلوب استفاده میکنیم ازش، این هایی که اینجا لیست میکنیم. سیگنال های استاندارد در کنترل. معنی این نیست که دیگه هیچ سیگنالی به جز اینو بررسی نمی کنیم ها، ولی نتایج خاصمون رو برای این سیگنال ها به دست میاریم. سیگنالی که تو اینا از همه کمتر استفاده میشه سیگنال ضربه است. چون مانند جمع آثار وجود داره، مهم نیست ضربتون اندازش یک باشه یا دو باشه، همه چی انگار دو برابر میشه. پس من می نویسم ضربه واحد، انگار استانداردش ضربه واحد. یادتون میاد دیگه، آر تی مساویه دلتای تی، حالا میتونه شیفت زمانی هم داشته باشه، خیلی مهم نیست. تبدیل لاپلاس ضربه چی بود؟ یک. سیگنال پله واحد. برای اینکه با یویی که توی سیستم‌های کنترلی زیاد ازش استفاده می‌کنیم اشتباه نشه، US اسمشو میذاریم. UST میدونین همتون که یک برای تی های بزرگتر از صفر، صفر برای تی های کوچیکتر از صفر، و این RTمونه، RSمونم که میشه یک اسم دیگه. میتونین حدس بزنین سیگنال شیب واحد RT مساویه با T برای T های بزرگتر مساویه صفر، صفر برای T های کوچکتر از صفر، که RSش هم میشه یک به روی S2، و در نهایت شتاب واحد که RTش یک دوم T2 برای T های بزرگتر از صفر، صفر برای تی های کوچیکتر از صفر، آره اسش هم میشه یک به روی اس سه. حالا ما میخوایم برای این ورودی های استاندارد بریم خطای حالت ماندگار رو پیدا کنیم و تهش میبینیم که برای این ورودی های استاندارد به یه روابط ساده ای هم میرسیم. خب فقط این رو هم بگم که بعد یه تیکه از اون بر بعد از کویزتون شروع کنیم.
خطای ماندگار در سیستم کنترلی. هنوز نمیخوام از سه تا سیستم رو رسم میکنم. یکی ساده، سیستمی که فقط یک تابع تبدیله، R, C. یکی سیستمی که یک حلقه فیدبک داره، فیدبک واحد منفی، R, C. و یکی هم سیستمی که اینم فیدبک منفیه اما دیگه واحد نیست. بزنید اینجا هم یه اچ بذارم که نماینده کنترل کننده باشه. میخوام برای هر کدوم از اینها رابطه خطای حالت ماندگار رو به دست بیارم. خب تعریف خطای حالت ماندگار همیشه یه چیزه، حد بی نهایت خطا. خطا چیه؟ ES مساویه RS منهای CS. توی اون سیستم CS هست چی؟ GS در RS. پس این میشه RS در یک منهای GS. بنابراین خطای حالت ماندگار طبق قضیه مقدار نهایی لاپلاس میشه S RS در یک منهای GS توی این سیستم. سوالی هست؟ نه. بیاد روال ساده ایه که تا حالا طی کرد. توی این سیستم هم همچنان ES هست RS منهای CS. فقط اینجا یه نموده توی بلوک دیاگرام هم داره، همین ES. خب CS چیه توی این شکل؟ توی این دیاگرام GH به روی یکی به اضافه GH در RS. پس این هست عملاً RS منهای GH به روی یک به اضافه GH در RS. میگه اندیس S سیستما رو نذاشتم. بنابراین ES میشه چی؟ RS در یک منهای GH به روی یک به اضافه GH که میشه یک به روی یک به اضافه GH. بنابراین خطای حالت ماندگار به شرط پایداری سیستم میشه حد S RS یک به روی یک به اضافه GS HS. اینم همین ترتیب رو براش طی میکنیم. ES میشه RS منهای CS. دقت کنین بعضی وقتا توی این شکل اسم اینو میذارن خطا. حواستون باشه چیزی که ما داریم در موردش صحبت میکنیم این خطا نیست. چرا؟ چون این هست R منهای H ضرب در سی. این اختلاف در نامگذاری ها ذهنتون رو به هم نریزه. خب اینجا سی اس هست چی؟ جی به روی یک به اضافه جی اچ. بنابراین ای اس می شود آر اس در یک منهای جی به روی یک به اضافه جی اچ. و خطای حالت ماندگار میشه حد S RS یک به اضافه G
H منهای یک به روی یک به اضافه G H وقتی که اس میره به سمت صفر. در ادامه این که هیچی خیلی برامون مهم نیست، راحت هم میتونین حساب کنین. ما بریم یه سری روابط رو برای این به دست میاریم، بعد تعمیمش میدیم به این حالت. ولی باز تو ذهنتون داشته باشین اولین و آخرین نقطه برای محاسبه خطای حالت ماندگار یا مقدار ماندگار هر سیگنالی، قضیه مقدار نهایی لاپلاس، ما هم هر کاری داریم میکنیم با همین داریم میکنیم، فقط هی شرایط رو خاص میکنیم که روابط شسته رفته تری به دست بیاریم، یه های سیستم میشیم. خب بریم چند تا تعریف ارائه بدیم، بعد با استفاده از این تعاریف بیایم خطای حالت ماندگار رو در یک حالت خاص مهم پیدا کنیم. من میگم تابع تبدیل حلقه باز، یادتونه تابع تبدیل حلقه باز چی بود؟ ماشاءالله همه هم نمی‌نویسن. تابع تبدیل حلقه باز یک سیستم را واقعاً آبی می‌نویسم. تابع تبدیل حلقه باز یک سیستم را به صورت مقابل در نظر بگیر. تابع تبدیل حلقه باز رو ما معمولا اسم GSHS نشون میدیم یا یه تیکه GHS، ولی حالا هم میتونه اصلا حاصل ضرب سه تا تابع تبدیل باشه، مهم نیست. GHS ما تا حالا اینو به صورت یک چند جمله‌ای از صورت، یه چند جمله‌ای در صورت به یک چند جمله‌ای در مخرج نشون میدادیم. حالا تنها کاری که میکنم جملات خالص اس رو میکشم بیرون، بقیهش رو به صورت دی اس نشون میدم. برای اینکه این یه شکل منحصر به فرد باشه، ان صفر مخالف صفره، دی صفرم مخالف صفره. انگار هرچی جمله اس داشته تو صورت مخرج رو بردم بیرون، رسیدم به این. شما قبلا مرتبه یک سیستم رو میدونستین. مرتبه سیستم درجه چند جمله‌ای مخرج بود. مرتبه نسبی سیستم، اینا رو الان استفاده نمی‌کنیم، فقط برای یادآوری دارم میگم. تفاوت درجه چند جمله ای مخرج و صورت یا با صورت. مفهوم جدید نوع سیستمه یا تایپ سیستم یا تیپ سیستم. توان اس در مخرج تابع تبدیل که حالا با این چیزی که ما اینجا نوشتیم همون پیه. مثلا اگر که GHS رو من بنویسم S به اضافه 1 روی S2 در S به اضافه 2 در S2 به اضافه S به اضافه 1، این یک سیستم مرتبه چنده؟ مرتبه 5.
مرتبه اش 5، مرتبه نسبیش چند؟ 4. نوع 2، یه اس 2 تو مخرج داره. خب چی؟ اگر سیستم نوع 1 به بالا باشه نه، اگه نوع 0 باشه چرا؟ خب حالا میخوام در مورد اون حالت خاص مهم صحبت کنم. خطای حالت ماندگار سیستم حلقه بسته با فیدبک واحد منفی، البته نمیگم پایدار، ولی پایدار در ذاتش هست. اگه پایدار نباشه اصلا در مورد خطای حالت ماندگارش نمیتونیم صحبت کنیم. به ورودی یا به ورودی های استاندارد، تازه از ورودی های استاندارد ضربرم بررسی نمی کنم. چرا؟ یه سیستم پایدار حالت ماندگارش به ضربه، حالت ماندگار خروجیش به ضربه صفره و اصلا صحبتی در موردش نداره. خب دونه دونه شروع کنیم. سیستمی که بس داریم در موردش صحبت میکنیم این سیستم ها HAS GS فیدبک واحد منفی RC. اون من نوشتیم برای این سیستم خطای حالت ماندگار به شرط پایداری هست S RS ضرب در 1 به روی 1 به اضافه GHS. خب شروع میکنم. پله واحد، من برای پله واحد میگم، پله‌ای که دامنش یکه، اما شما میتونین برای هر پله‌ای اینو بگین، فقط خطای حالت ماندگارش ضرب در همون مقدار میشه چون سیستم خطیه. خب پله واحد RSش هست چی؟ 1 اسم. من میام یک عددی رو تعریف میکنم KP به اسم حد GHS وقتی که اس میره به سمت صفر. به این بهره DC حلقه هم میگن. DC به خاطر اینکه اس مساویه با صفر، فرکانس صفره دیگه، همون DCه. خب اگر من اینو به این ترتیب تعریف کنم، ای استدی استیت که از حد S ضرب در RS ضرب در 1 بروی 1 به اضافه GHS اون تابع تبدیله. نه، بهره DC حلقه باز، حلقه باز بود GH، بهره DCش میشه GH 0. خب نگاه کنید، من اینو برای 2 حالت مختلف می نویسم. سیستم نوع 0 یا P مساویه با 0 S تو مخرج نداره. اگه S تو مخرج نداشته باشه
GH0 میشه N0 به روی D0، یه عدد میشه، حالا هر چیزی هست، اسمش هم گذاشتیم KP، درسته؟ اون موقع خطا میشه چی؟ حد اینه وقتی S میره به سمت 0 دیگه، این که با این میره میشه 1 به روی 1 به اضافه KP. اما سیستم نوع 1 و بالاتر که S تو مخرج داره، حالا یا S یا S2 یا الی آخر، مقدار GH0 چقدر میشه؟ حدیشو بگین وقتی S میره به سمت 0 میشه بی نهایت. اون وقت 1 به روی 1 به اضافه بی نهایت میشه 0. همین ترتیب رو ادامه میدم. اون پله یه واحد بود، دیشی به واحده. شیب واحد RS هست 1 به روی S2. یک KV تعریف میکنم که هست حد S GH S وقتی که S میره به سمت 0. حالا خطای حالت ماندگار رو میخوام حساب کنم. E steady state میشه حد S ضرب در 1 به روی S2 ضرب در 1 به روی 1 به اضافه GH S وقتی S میره به سمت 0. خب یه S رو با این ساده میکنم، S میاد تو مخرج این، این میشه حد 1 به روی S GH S وقتی که S میره به سمت 0. خب بیایم ببینیم حالت های مختلف این چیه. سیستم نوع 0، اگه سیستم نوع 0 باشه یه S در این ضرب بشه، S بره به سمت 0، چون اینا 0 نیستن میشه چی؟ 0. یعنی S در این ضرب بشه میشه 0، بعد 1 به روی 0 میشه بی نهایت. سیستم نوع 1 یعنی یه S تو مخرج داره، یه S هم درش ضرب میشه در GH، اون حساب هم دیگه ساده میشن، این میشه یه عدد. چه عددی؟ همون عدد KV. خطا میشه 1 به روی KV. اگر پی بزرگتر مساوی 2 باشه، یعنی این 2 یا بالاتر باشه، S که در این ضرب میشه یه S ساده میشه، باز یه S تو مخرج میمونه، کیویش میشه چی؟ بی نهایت. 1 به روی کیویش میشه 0. میتونین اینجا کنارش بنویسین کیوی 0، اینجا که کیوی عدده، اینجا کیوی بی نهایت. یه S که در این ضرب کنم S بره به سمت 0، خب اون که اصلا میشه 0 دیگه، مهم نیست، چیزی که میمونه این تیکه است. در واقع چون هر دوش رفته به سمت 0 و حاصلش میشه 1 به روی 0 میشه بی نهایت، دیگه مهم نیست. اینه صرفا یه پارامتره که تعریف میکنیم. چجوری به دست میاد؟ هیچی که پی تعریفش اینه، این تعریفه، اونم تعریفه. خب حالا شتاب واحد رو هم در نظر میگیرم، این همین کار رو براش انجام میده.
آره اس مساویه یک به روی اس سه. یه پارامتری که آ تعریف میکنم که هست حد اس دو جی اچ اس وقتی که اس میره به سمت صفر. حالا خطای حالت ماندگار که هست اس ضرب در یک به روی اس سه ضرب در یک به روی یک به اضافه جی اچ اس وقتی که اس میره به سمت صفر. این مساویه با حد این میشه S2 یک به روی S2 GHS وقتی که S میره به سمت صفر. خب حالتهای اینو ببینیم. اگر P صفر یا یک باشه کیه ها باشه منفیه؟ نه کیه ها که نمیتونه وابسته به اس باشه. نه دیگه حدش وقتی اس میره به سمت صفر حتما اس توش نیست. خب اگه صفر و یک باشه نوع سیستم یعنی اینجا دیگه حد اکثر اس تو مخرج داریم. اس دو ضرب میشه یه اس تو صورت میمونه کیه هاش میشه صفر. یک به روی کیه هاش میشه بی نهایت. سیستم اگه نوع دو باشه میشه یک به روی کیه ها و اگه نوع سه یا بالاتر باشه میشه صفر. خب به این برای این کیه پی کیه وی و کیه آی اسامی هم میذارم. به این میگن ثابت خطای پله. بقیهش هم معلومه دیگه. ثابت خطای شیب، ثابت خطای شتاب. حالا به این سرعت هم میگن، به این سهمی هم میگن. خیلی دار اسمه، خیلی مهم است. سلامت باشید. یه نتیجه ای به این دو تا چیز رو دوباره تاکید میکنم. یک، سیستم باید در ساختار فیدبک واحد منفی باشه تا این نتایج برای شما درست باشه، بتونین از اینا استفاده. اگه نبود چی؟ گرایش اینه که برگردیم به همون تعریف اصلی، این هم از همون داره در میاد. دو، این که سیستم حتما باید پایدار باشه. خب من دو تا نتیجه میگیرم. نتیجه اولی که خب خیلی مشخصه، میگه خطای حالت ماندگار در سیستم حلقه بسته با فیدبک واحد منفی به ورودی استاندارد به نوع سیستم بستگی دارد. دو، هرچه نوع سیستم بالاتر باشه، نگاه کنیم، سیستم نوع صفر
به پله یه خطای عددی داره، به شیب خطاش بی نهایته، به شتاب هم بی نهایت. سیستم نوع یک به پله خطاش صفره، به شیب خطاش یه عدده، به شتاب خطاش بی نهایت. انگار هرچه نوع سیستم بالاتر باشه خطای ماندگار بهتری به ورودی های استاندارد داره، ورودی های بیشتری رو میتونه تعقیب کنه. هرچه نوع سیستم بعد خطای ماندگار بهتری را تضمین می کند. اما یه اشکال داره، اما همین که سیستم را به ناپایداری نزدیک می کند. یعنی همینجوری هم خوب نیست که شما یک اسم بذارین توی کنترل کنندتون، سیستمتون آماده ناپایدار شدن می کند. مطلب آخر، یه اصلی هست تو کنترل، اول تو کنترل خطی در اومد، بعد در کنترل غیر خطی هم نمودش پیدا شد به اسم اصل مدل داخلی. خیلی نمیخواد، یعنی در حیطه درس ما نیست، اما دونستنش جالبه. شما اگه میخواین پله رو کامل تعقیب کنین، تبدیل لاپلاسش چیه؟ یک اسم. برای اینکه بتونین کامل تعقیبش کنین، انگار باید تو تابعتون یه یک اسم داشته باشین، یا حالا نوع یک یا یک به روی استو. اگه میخواین شیب رو تعقیب کنین، باید یه یک به روی S2 تو تابع تبدیلتون داشته باشین. یعنی چی؟ یعنی شما اگه میخواین پاسخ مناسبی به یه ورودی بدین، باید یک نمودی از اون ورودی رو تو سیستمتون داشته باشین. اینو بهش میگن اصل مدل داخلی. مثال هاشو حتی خارج از سیستم های خطی تغییر ناپذیر با زمان هم میتونین پیدا کنین، حتی توی رفتارها هم، رفتارهایی که یه کنترلی روشون هست میتونین پیدا کنین. شاید مثلا همینجوری به عنوان یک در واقع راهکار، یه مثل، خیلی وقتا شما وقتی میخواییم با یک پدیده این مبارزه کنین، سعی میکنین که یک چیزی شبیه اون رو داشته باشین. شاید ما اسمش میذاریم تمرین. خب واکسیناسیون میتونه یه نمود اصل مدل داخلی باشه، یه نمودی بوده که حالا نمیدونم از این به بعدم ادامه پیدا میکنه یا نه. و درس ما اینجا تموم میشه، چون مثاله یکم